درود بر شما دوستان عزیز، ادامه میدیم درسمون رو با کلمات جدید درس یک از کتاب آسفای آنج. خب، زاخن اوف دم فلو مارکت فرکاوفن. من بذارید براتون اینجا بود بذارید براتون کل جمله رو بنویسم. زاخن اوف دم فلو مارکت فرکاوفن. چون من مجبورم که فونت این در واقع تصویر براتون بزرگ باشه که قابل دیدن باشه، مجبور شدم همه رو توی یک جمله بنویسم براتون. زاخم یعنی چیزهایی. اوف دم فلومارک. من اول فلومارک رو براتون توضیح بدم. فلومارک بازاری هست که جنس‌های معمولا 90-95% جنس‌های دست دومی که هنوز قابل استفاده هست در این بازار به فروش می‌رسه. منتها این بازار اون بازاری که در ایران هست نیست. یعنی من اگر برای شما اینجا بازار معنی می‌کنم، می‌خوام شما به توضیح شفاهی منم گوش بکنید و این توضیح شفاهی رو تو ذهنتون داشته باشید. ما همون بازاری که در ایران بهش میگیم بازار، خب جنسای نو دارن، ولی فلو مارکت اینجا به معنی بازار دست و فروشا هستش. ممکنه بعضن 5% نمیدونم جنساشون هم نو باشه. خب چیزایی هست که کسی استفاده نکرده، قبلا خریداری کرده یا از کسی خریده اومده اونجا اون جنس اون نفر در واقع دوم رو داره میفروشه. به هر حال فلو مارکت چیز مرسومیه. مثل توی ایران که داشتیم مثلا شنبه بازار، توی احتمالا استانه مختلف داشتیم شنبه بازار، پنج شنبه بازار، چهار شنبه بازار، اینا رو داشتیم، دقیقا یه چیزی شبیه اونه. بازم یه کوچولو فرق میکنه با اونا. برحال فلو مارک میشه بازار دست دوم فروشا، ولی برای که من اینجا ننویسم بازار دست دوم فروشا، فقط توی متن یا تو پست براتون میذارم بازار. پس چیزهایی رو فعلمون چیه؟ فرکاوفن، فروختن. در اوفتن، در فلومارک فروختن، چیزهای رو در بازار فروختن. حالا این خودش بود. حالا اصلا زاخه یعنی چیز، اس هستش و آرتیکلش هم وی هست، درست؟ یعنی چیز. وقتی میگیم زاخن یعنی اسم جمع هست، یعنی چیزها، درست شد؟ پس این زاخه. بعد خود فلومارک رو داریم، اسم هستش و مذکر هست به معنی بازار دست دوم. ببینید من دیگه می‌نویسم بازار، اونجوری خیلی براتون طولانی میشه. بازار. یه فعل فرکاوفن رو داریم که ورب هست به معنی فروختن، فرکاوفن. بعد ما اگه کسی فروشنده هست میگیم فر، ما فروختن رو میگیم فرکاوفن، ولی فروشنده چی میشه؟ میشه فر کویفه. ان ام هست، مذکر هستش، اس هست، پس میشه فروشنده مذکر، اینجوری بهتره، و فر کویفقین. اینا رو دیگه میدونید، اینا فکر کنم تو درس اول سطح آقای سوده خوندید. اینم اف فروشنده مؤنث، درست؟ فرکوی بده. خب بعد کلمه آخرمون، من نمیدونم که چرا این طرفتر نمیاد. حالا برها که این، بذار من کوچیک کنم ببینم این کلمه آخر کاملا، نه دیگه این آخرش همینه دیگه. اینقدر کلمهش هست، اینقدر فاقه، اینقدر فاقه. خب کلمه اینقدر، بذار من یه فاصله بدم که از این ریشه ها جدا شه. خب اینقدر فاقه، حالا تو تصویرم میبینید اینقدر رو، میبینید اینقدر از این در واقع چرخایی که خودش رکاب داره، در واقع شما میتونید پا بزنید، ولی فقط یه دونه جایی نشستن داره. به این میگن اینقدر. اینقدر یعنی در واقع مثل دوچرخه تک سر نشین. درسته که اگه دوچرخه دو تا چرخ هم داشته باشه شما بازم تنها میشینید، ولی به این میگن اینقدر، به یه دونه
فقط چرخه، در واقع یه دونه تایره، یه دونه چرخه، روش جای رکاب داره که شما میتونید پا بزنید، ولی دیگه نه دسته ای داره که شما بتونید بگید نه چیزی، فقط یه دونه زین داره روش میشینه، به این میگن آینقاد. خب پس من دیگه اینو نمیتونم براتون همون دو چرخه مینویسم، چون اگه بخوام توضیح اینو کامل بنویسم سخت میشه. پس میشه من مینویسم دو چرخه راندن، ولی اینو تو توضیحات من داشته باشید که این همون دو چرخه نیست، این اون فاقات نیست، این آینقاد هستش، ولی دیگه تو توضیحات اینجا نمیتونم براتون بنویسم. پس دو چرخ سواری کردن در واقع همون چرخ تکی رو روندن رو میگن دیگه، اون دو چرخه نیست. اینو لطفا تو تصویر ذهنیتون درست داشته باشین، چون من اینو دو چرخه مجبورم اینجا برای اینکه طولانی اون توضیح ندم بنویسم آینقاد فاقن، یعنی اینکه دو چرخه سواری کردن. خب حالا ما یه فعل فاقن داریم اینجا به معنی راندن، درست؟ فاقن راندن، حالا هر چیزی رو. بعد یه مال مسافرت، مثلا اگه بخوام مسافرت داره میشه فارت، که اف هست، فمینین هسته، به معنی چی؟ مسافرت، سفر. حالا چرا اینو بهتون گفتم؟ برای که ما یه جمله مرسوم داریم میگیم گوت فارت، این اصلا یه اصطلاح هستش، گوت فارت یعنی سفر خوبی داشته باشید. وقتی میخواید به یکی بگید سفر خوبی داشته باشه، گوت غایزه، یعنی سفر خوبی داشته باشی، تعطیلات خوبی داشته باشی، چون فریم. خب بعد اینم از این کلمه میایم سراغ کلمات بعدی. معمولا هست بعد اینجا داریم، اینجا داریم. خب کلمه بعدیمون هست، همونطور که تو تصویرم می‌بینید که ممکن ناخوانده بشه، skateboard fahren، skateboard fahren. من اینو دوباره ریشه‌اش رو جدا می‌نویسم، skateboard fahren، skateboard fahren. skateboard که می‌دونید دیگه، اینجا توی تصویرم ما داریم دیگه، skateboard، این تخته ای که دو تا چرخ زیرشه بهم میگن اسکیت بورد دیگه، در واقع تخته اسکیت. حالا نمیدونم چجوری براتون معنی کنم، اسکیت ما میگیم اسکیت دیگه در فارسی. خب این میشه اسکیت بورد، منظورش اینه که این اسکیت و فاقن هم یعنی چی؟ اسکیت رو راندن، ولی ما که اینجوری نمیگیم، ما میگیم اسکیت سواری کردن. ما تو فارسی میگیم اسکیت سواری کردن، یا حالا نمیدونم میخواد بگید اسکیت راندن، ولی به هر حال این هم طبق همین تصویر به همین حالا تفریح به همین ورزش میگن اسکیت بورد فاقن. خب اینو براتون گفتم، نمیدونم چرا تصویر بزرگتر نمیشه. خب این تصویر بزرگتر نمیشه. کومیکس لیزن، کومیکس لیزن، بذاریم من اول خود کلمه رو براتون بنویسم، کومیکس لیزن. خب خود کومیک، بذاریم من اول این پایین براتون بنویسم، خود کومیک به معنی کتاب، به معنی چیزایی که طنزه، مربوط به طنزه، یعنی مطالب مثلا طنزآلود یا خنده‌دار، اینطوری براتون بنویسم، کمیک به این میگن. یه معنی دیگه کمیک هم این هست که مثل کتاب‌های مصور، چیزی که مصور هست یعنی تصویر داره رو میگن. الان توی اینجا باید تو متن بریم ببینیم چی هست دیگه، کمیکس لزن، باید ببینیم چی هست. کتاب مصوره، یعنی با تصویر داستان، بعضی از کتاب هست که با تصویر یا داستان رو شرح داده. کومیکس لیزن، میخوام ببینیم توی متن باید متوجه بشیم که آیا منظورش این بوده که این کتاب های مصور میخونه، یا کتاب های طنز و در واقع مطالب خنددار رو دوست داره بخونه. خب پس کومیکس لیزن ما فعلا نمیتونیم راجبش صحبت کنیم، ولی راجب فعلش در واقع داریم ما لیزن، یعنی که حالا من اینجا به کلا می‌نویسم کتاب مصور خواندن. مصورم براتون توضیح دادم، کتابایی که با تصویر داستان رو توضیح داده بهش میگن کتاب‌های مصور، یا کتاب‌هایی که تصویر هم به جز متن داره. خب
بعد فعل بعدی من هست سایشنن. سایشنن خب این ورب هست به معنی رسم کردن یا نقاشی کشیدن. نقاشی کردن هم میشه، نقاشی کشیدن هم میشه، نقاشی کردن. مثلا از همین سایشنن میتونه اون کسی که نقاشی میکشه میشه سایشنر، مذکر هم هستش پس میشه سایشنر، میشه نقاش. مثلا میتونید بگید نقاش مثلا مرد سایشنر، یا سایشنرین میشه نقاش ولی مؤنث هستش. این هم مرد رو میخوام مذکر بهتر هست. بعد خود نقاشی یا یه طرحی، ببینید فقط نقاشی نمیشه، یه طرح هم میشه، طراحی کردن، نقاشی کردن، رسم کردن. خود اون طرح، خود اون نقاشی میشه چی؟ سایشنونگ. من همینجا بهتون میگم اسامی که آخرش او ان گ داره، مثل اینجا او ان گ داره، معمولا فمینین هستش، خب یعنی مؤنث هستش. پس این همون رسم، طراحی، نقاشی از همون ریشه میاد دیگه، سایشنونگ. خب سایشنونگ. خب کلمه بعدیمون هست کامپیوتر، شپیل، شپیلن. کامپیوتر، شپیل، شپیلن. خب من اینم براتون بنویسم، کامپیوتر، شپیل، شپیلن. حالا خود کامپیوتر شپیل یه کلمه ترکیبیه دیگه، کامپیوتر که یعنی کامپیوتر، شپیل یعنی بازی ها، درسته؟ بذار من اول اینو براتون بنویسم قشنگ تفکیک کنم که متوجه شین. کامپیوتر آرتیکلش چی بود؟ اولا ان بود و مذکر بود، پس میشه این کامپیوتر. پس ترکیب کامپیوتر روشن شد. بعد میام سراغ شپیل. شپیل چی بود؟ نویتخون بود، میشه به معنی بازی. وقتی میخوایم بگیم بازی ها چی میشه؟ ششپی له، پس اس هست ولی جمع هست، پس میشه بازی ها، درست شد، اسم جمعش شد. خب خود فعل چیه؟ شپیلن، پس میشه بازی کردن. خود فعل میشه شپیلن. حالا کاری نداره دیگه، الان تشخیص این ببین، میشه بازی های کامپیوتری بازی کردن، درست شد؟ بازی های شپیل، اینها بازی های کامپیوتر، کامپیوتری رو بازی کردن، به همین سادگی. پس بازی های کامپیوتری رو بازی کردن. من ببینم وقت ویدیوتون چقدر، بازم این میرسیم و دیگه سعی میکنم اینو براتون کامل کنم. میت پوپن شپیلن، میت پوپن شپیلن. خب بذارید من اینو بنویسم، میت، اینم اسم جمع آورده بود فعلا، میت پوپن شپیلن. خب پس اینو من نمیدونم بالا نمیشم، اینجا بذارید اینو بنویسم، بازی های کامپیوتری بازی کردن. خب اینم میت پوپن شپیلن. حالا اینم تفکیک کنم براتون، پوپه یعنی چی؟ اسم هست و فمینین هست، مؤنث هست به معنی عروسک. پوپن یعنی عروسک. وقتی میگیم پوپن چی هست؟ اسم جمع هست دیگه، یعنی عروسک ها. ببینید چقدر خوب تو این درس تمام جمع و مفرد اینا رو من براتون گفتم، شما باید همین کار بکنید. حالا فارغ از این که این جمله جمله کتابتونه، کلا باید همین کار بتونید بکنید. پس میگه میت پوپن یعنی با عروسک ها بازی کردن، با عروسک ها بازی کردن. خب بعد هم دو کلمه دیگه مونده، زوسیشکایتن اسن. در سوئیس میگن زوسیشکایتن، زوسیشکایتن اسن. خب بذارید من اینم براتون بنویسم، اول براتون بنویسم بعد تفکیکش کنیم، زوسیشکایتن اسن. خب زوسیشکایتن، سوس
یا زوس، زوس به معنی در واقع خودش ادجکتیو هست، یعنی ادجکتیو یعنی صفت هست به معنی شیرین. پس زر زوس یعنی خیلی شیرینه. زوس، زوس این اسم هست و فمینین هست به معنی شیرینی. زوس میشه شیرینی. خب زوسیشکایت اینم اسم هست و اینم فمینین هست. زوسیشکایت یعنی به معنی شیرینی. خب حالا این زوس شیرینی با این زوسیشکایت چه فرقی میکنه؟ اینو من تو طول درس اگر این کلمات باشه بهتون میگم، اگر نه که به دفینیشن خود دیکشنریتون مراجعه بکنید، چون در قالب درستون نیست، در قالب درستون همین زوسیشکایت هست. من اگه بخوام این کارو بکنم خیلی درس طول میکشه. من سعی میکنم وقتی یکم این سطح دروس بهتر شد، پیش رفتیم، یه قسمت هایی هم به صورت تنوع براتون اینا رو بزنم، تفاوتاشو بهتون بگم. خب زوسیشکایتن اسم، خب زوسیشکایت یعنی شیرینی. وقتی میگیم زوسیشکایتن یا زوسیشکایتن یعنی که جمع همین در واقع چی هست؟ جمع کلمه بالا هست. زوسیشکایتن پس این اسم هست و اینم جمع هست، یعنی شیرینی ها. حالا ولی ما نمیگیم شیرینی ها رو خوردن، که میگیم شیرینی خوردن بهتر هست. ولی ما در وقتی میخوایم یک اصلا بچه ها وقتی میخوایم یک اسمی رو، یک فعلی رو به شکل عام استفاده کنیم، به شکل عمومی استفاده کنیم، بگیم مثلا من شیرینی خوردن رو دوست دارم، من با عروسک بازی کردن رو دوست دارم، ببینید تمامش اسم جمع میاره. وقتی میخواید یه سری چیزا رو به صورت عامیانه مطرح کنیم، مثلا میگی که اینجا گفته شیرینی خوردم، میبینی اسم جمع آورده، معنیش این نیست که شیرینی ها رو خوردم. با عروسک بازی کردن رو گفته می پوپنشویله، با عروسک بازی کردن. در واقع من اینم می‌نویسم با عروسک بازی کردن که شما تو ذهنتون اینو داشته باشین. ببین کامپیوترش پیلش بیلن، چرا همه اسم جمع آورده؟ یعنی بازی های کامپیوتری بازی کردن، با بازی های کامپیوتری رو بازی کردن. اینجا چی نوشته بود؟ اینکه فقط فعلمون بود کومیکس لزن، یعنی کتاب های مصور رو خوندن. ببین تمامش اسم جمع آورده. این اسکیت بورد هیچی، انقدر فاقن هیچی، زاخن اینجا هم دوباره اسم جمع آورده. پس ما به این نتیجه میرسیم اگر بخواین شما یک جمله رو به صورت عمومی بگیم، بگی من این کارا رو دوست دارم، مثلا سوسیس کردستن، مثلا چند تا فعل رو بخواید به صورت عامیانه در روزمرتون بگید، حتما باید از اسم جمع استفاده بکنید. خب آخرین کلممون هم هست ویتس ارسلن، دوباره هم اینجا جمع آورده. حالا من وقتی براتون بگم متوجه میشین. ارسلن، ارسلن. خب بذار من اول تفکیک کنم ویتس یعنی چی. اولا اسم هست و مذکر هست. ویتس همون جوک هست، جوک که ما میگیم، جوک لطیفه، حالا به اسم جوک ما میشناسیم، میگیم ویتس، یه مطلب خنده داره که شکل جوک یا لطیفه میگن میشه ویتس. ویتس میشه لطیفه یا جوک، شوخی نمیشه. خب کسی که جوک رو میگه میگن ویتس بولد، ویتس بولد یعنی کسی که جوک رو میگه. چجوری براتون میگم؟ میگن لطیفه گو میگم، میگه کسی که جوک رو میگه. حالا من میگم لطیفه گو. ویتسن یعنی جوک تعریف کردن، جوک تعریف کردن. من میگم یه جوک بگم یا جوک گفتن، نمیدونم تو فارسی میگیم جوک تعریف کنم یا جوک تعریف. نه ما میگیم یه جوک بگم، درسته؟ پس میشه جوک گفتن. بعد ویتسی میشه خنددار، یعنی مضحک، خنددار، چیزی که خنددار. مضحک بهتر بار منفی داره، ولی خنددار میشه ویتسی، یعنی خنددار هست. خب
حالا همه اینا رو بهتون گفتم، حالا ویتس میشه چی؟ جوک لطیفه. اینجا من جمعش رو بساتون ننوشتم، ویتس اسم جمع هست و میشه جوک ها، مثلا لطیفه ها، درسته؟ حالا این بالا گفتم اگه بخوام به شکل عام استفاده کنیم میگیم جوک تعریف کردن، پس ویتس ارسنه میشه جوک، جوک گفتن. نمیدونم چرا من میگم تعریف کردن، شاید میگیم تو فارسی. به هر حال جوک تعریف کردن یا جوک گفتن هر دوش برای ماها که حالا فارسی زبان یا دری زبان هستیم قابل فهم هست دیگه. منظور من به طور کلی همینه که یه چیز خنده‌دار رو به شکل جوک یا لطیفه تعریف کردم. خب اینم کلمه آخر بود. من اجازه بدید هم ویدئوش رو براتون بفرستم، هم پستش رو باید براتون بذارم، طول میکشه. تا ویدئوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.